این داستان یک واحد سری ارتش بریتانیا با مأموریتی غیر ممکن است. در ماه‌های پایانی جنگ جهانی اول، این ارتش سری به ایران رفت تا از طریق شمال این کشور برای حفاظت از چاه‌های نفت به باکو برود. سربازان بریتانیایی در ایران با کشوری بحران زده روبرو شدند. حدود 1 میلیون جمعیت ایران به خاطر قحطی و به خاطر بیماری‌های واگیر تلف شد. ایران دستخوش قحطی وحشتناکی بود که حضور سربازان اشغالگر آن را بدتر می‌کرد. کشتگان ما حاصل کجرفتاری، بدرفتاری سیاست بیگانگان بود. در این فیلم با کمک یادداشت‌های شاهدان عینی گفتار فراموش شده ای از تاریخ ایران را بازگو می کنم. دوره ای که تأثیری طولانی مدت در منطقه داشت. پس از دانستر فورس، بریتانیایی ها و امریکایی ها متوجه اهمیت نفت خاورمیانه برای امنیت ملی میشن. و این داستان نخستین جنگ در منطقه بر سر نفت است. داستان این فیلم در لندن آغاز می شود، در ژانویه 1918، دی 1296. ده ها افسر و درجه دار از سراسر امپراتوری بریتانیا برای اعزام به مأموریتی خطرناک در برج لندن حاضر شدند. این نیروی زبده ارتش سری بریتانیا لقب گرفته بود. نظامیان زبده‌ای که اینجا جمع شده بودند از محل اعزامشون خبر نداشتند. به اونها تنها گفته شده بود لباس لازم برای مناطق بیابانی و همینطور مناطق سردسیر و داروی مورد استفاده برای 2 سال رو به همراه داشته باشند. They volunteered without knowing exactly what the mission was or what they were going to do. این سربازها بدون اینکه بدونن که مأموریتشون چیه و کجا میرن، برای اعزام داوطلب شده بودند. شایعاتی بود که ممکنه به چین یا حتی جبهه شمال ایتالیا فرستاده بشن. به اونها فقط گفته شد که به مأموریتی خطرناک و هیجان انگیز فرستاده میشن. بالاخره به این سربازان گفته شد به هزاران کیلومتر دورتر از سنگرهایشان در جبهه فرانسه فرستاده می شوند، به ایران. یکی از سربازان انگلیسی در اون زمان گفت اعضای گروه مثل پسر بچه ها از اینکه جبهه جنگ در اروپا رو ترک می کردند خوشحال بودند. جنگ جهانی اول در سالهای 1914 تا 1918 بین متفقین، یعنی بریتانیا، فرانسه، روسیه و آمریکا، و دولت‌های مرکز یعنی امپراتوری‌های آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی در گرفت. ایران در ابتدای جنگ بی‌طرفی خود را اعلام کرد، ولی این برای کشورهای درگیر مهم نبود. برای بریتانیا، ایران کشوری مهم در حد فاصل امپراتوری عثمانی و مستعمره‌اش هند بود که کشف نفت مهمترش می‌کرد. پیدایش منابع نفتی در جنوب ایران از 1908 به بعد اهمیت خیلی بیشتری داشت، به خاطر اینکه دولت انگلستان تمام ناوگان جنگی خودش رو از زغال سنگ به نفت تبدیل کرد و این منابع جنوب ایران رو بسیار مهمتر کرد. سربازانی که در برج لندن جمع شده بودند، 2 ماه بعد در مارس 1918 به ایران رسیدند. ژنرال لیونل دانسترویل فرمانده این گروه 450 نفری بود و برای همین این یگان دانستر فورس لقب گرفت. دانسترویل ذاتاً ماجراجو بود. می گفت نظامیانی را به همراه او به ایران فرستادند که نخبه ترین سربازان ارتش بریتانیا هستند و تا کنون چنین نیروی زبده‌ای گردآوری نشده است.
دانستر فورس اولین یگان نظامی بریتانیا نبود که در جنگ پا بر خاک ایران می‌گذاشت. پیش از آغاز جنگ، بریتانیا و روسیه ایران را به حوزه‌های نفوذ خود تقسیم کرده بودند و از مدت‌ها قبل سربازانشان در این کشور حضور داشتند. امپراتوری عثمانی هم به شمال غربی ایران دست درازی می‌کرد. دولت مرکزی ایران در آن زمان نفوذ چندانی در خارج از پایتخت نداشت و توان نظامیش در حدی نبود که مانع از لشکرکشی دولت‌های خارجی شود. جنگ در 1914 در موقعی واقع شد که ایران از یک انقلاب بزرگ، انقلاب مشروطه، سیر کرده بود، یک جنگ داخلی رو متحمل شده بود و به این ترتیب ایران پیش از آغاز جنگ اول گرفتار یه بحران خیلی بزرگی بود. سه سال پس از آغاز جنگ با انقلاب 1917 در روسیه، اوضاع در ایران برای بریتانیا فرق کرد، چرا که لنین دستور خروج نظامیان روس را از ایران و قفقاز صادر کرده بود. تأثیر این انقلاب فوریه 1917 در میان صفوف نیروهای نظامی روسیه بسیار چشمگیر بود. اسلحه زمین گذاشته میشه، سربازا بی سرپرست باقی میمونند و از این داستان، و یک خلأ بسیار مطرح توی این دوره به چشم میخوره. این برای بریتانیا نگران کننده بود، چون که روسیه امپراتوری تزاری یکی از یاران وفادار امپراتوری بریتانیا در این جنگ بود. انگلستان مواجه شد به یه خلأ بزرگی در ایران که این خلأ دو تا خطر بزرگ داشت. یکی این که در داخل ایران اجازه میداد نهضت‌های ضد انگلیسی تقویت بشن، یکی که از اون مهمتر اجازه میداد که جریانات بولشویکی به داخل از مرزهای روسیه به کشورهای نظیر ایران نفوذ بکنه. ماموریت دانسترویل در ایران پر کردن جای خالی ارتش روسیه و بستن راه نفوذ عثمانی بود، اما این ماموریت از ابتدا سخت و مشکل بود. همونطوری که در این عکس‌ها دیده میشه، بزرگترین چالش دانستر فورس در ایران مقابله با نیروهای متخاصم نبود. جاده‌های صعب العبور و شرایط بد زمستانی بود که کار اونها رو مشکل کرده بود. دانسترویل یک جا در خاطراتش درباره برف سنگین در مسیر اینطور نوشته: ظهر شده و هنوز برف میباره. به زودی زیر برف دفن میشیم. خدا میدونه چطور از این گذرگاه عبور خواهیم کرد. نمیدونم اصلا کسی متوجه میشه که چه مأموریت غیر ممکنی داریم. بسیاری از سربازان هم در نوشته هایشان از وضعیت ابراز نارضایتی کرده اند. یکی از آنها یک سرهنگ کانادایی به نام جان واردن بود. سربازان او را با نام جان راسگو می شناختند. Colonel Warden was called Honest John because he was a straight shooter. به او جان راسگو می گفتند، چون آدم صریحی بود و سربازانش هم دوستش داشتند. او ماموریت دانستر فورس رو نشونه ای از زوال امپریالیسم بریتانیا در پایان جنگ جهانی اول می دید. The wheezing gasps of British imperialism at the end of the war. دفترچه خاطرات سرهنگ واردن در کبک کانادا نگهداری می شود. در این یادداشت‌های روزانه که 100 سال پیش نوشته شدند، نارضایتی از فرماندهی دانستر فورس به خوبی به چشم میاد و این طور نوشته شده که هیچ کدام از فرماندهان ارشد نسبت به این نیرو احساس مسئولیت نمی کردند. سرهنگ واردن در جایی نوشته: ما فرزندان هیچ کس نیستیم. همه میپرسند چرا از فرانسه به اینجا اعزام شدیم. دانسترویل میخواست به سرعت از مرزهای غربی ایران به بندر انزلی برسد تا از آنجا به میادین نفتی باکو برود. از آغاز جنگ هم عثمانی ها
هم آلمان ها و بعد دیدیم در پایان جنگ بریتانیا هم چشم طمع به منابع نفت باکو داشت. توجه کنید که در آستانه جنگ جهانی منابع نفت باکو، صنایع نفت باکو دومین تأمین کننده انرژی در جهان بعد از ایالات متحده آمریکا هستند. با کشف نفت در ایران در سال 1908 1287 شمسی بریتانیایی ها کنترل آن را در دست گرفته بودند. حال با ادامه جنگ آنها به نفت بیشتری نیاز داشتند، چرا که به دستور وینستون چرچیل وزیر وقت نیروی دریایی بریتانیا سوخت ناوگان این کشور از زغال به نفت تغییر کرده بود. دلایل متعددی برای این عملیات وجود داشت. بریتانیا خودش نفت نداشت. برای همین وزارت جنگ متوجه اهمیت استراتژیک ارسال سرباز به قفقاز برای حفاظت از نفت باکو بود. رسیدن به باکو به راحتی امکان نداشت. علاوه بر همه مشکلات، ایران گرفتار یک قحطی وحشتناک بود. چند سال خشکسالی قحطی شدیدی را به همراه داشت و قیمت غلات تا 20 برابر گرانتر شده بود. قحطی به حدی بود که به نوشته سربازان خارجی، فقرا علوفه می‌خوردند و از خورده شدن نعش مردگان خبر داده اند. نوشته های سرهنگ واردن تصویر بسیار شفافی رو از وضعیت قحطی اون روزها در ایران ارائه میده. از جمله در رابطه با کرمانشاه نوشته که روزانه بین 5 تا 20 جنازه را در کوچه و بازار جمع‌آوری می‌کردند. در جای دیگر نوشته اهالی در کنار جاده‌ها می‌میرند. مشاهده گدایی آنها برای لقمه غذا ترحم برانگیز است. دانسترویل برای کمک به اهالی قحطی زده و جلب نظر مردم، آنها را در جاده سازی به کار می گرفت و در ازایش به آنها جیره روزانه می داد. اما اهالی بریتانیایی ها و روس ها را عامل قحطی و بی غذایی خود می دانستند. آرشیو مطبوعات آن زمان ایران که در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می شود نشان می دهد روزنامه ها هم بیگانگان را عامل سیاه روزی ایرانیان می دانستند. نشریه کاوه در 15 فوریه 1918 در گزارشی از بدتر شدن اوضاع در ایران خبر می ده. در این روزنامه نوشته شده قحطی نان و کمیابی آذوقه تقریبا در تمام مملکت، خصوصا در طرف غرب که در نتیجه چپاول نظامیان انان گسیخته روس و بیپا بودن خود اهالی به اندازه‌ای بالا گرفته که فقرا از شدت گرسنگی در معابر تلف می‌گردند. خود حضور بیگانگان توی این سرزمین و برای تأمین غذای سربازان خودشون، خب باید غلات ایرانی می‌گرفتن، برنج ایرانی می‌گرفتن، حبوبات ایرانی می‌گرفتن، گوشت می‌بردن و از این دست، و این خب یک بحرانی ایجاد می‌کنه. این کشور که روی انبار بی حد و حصر مواد خوراکی ننشسته. هزاران رأس از چارپایان هم به وسیله ارتش‌های اشغالگر برای اعزام به جبهه‌های جنگ مصادره شده بودند که حمل و نقل مواد خوراکی را در داخل ایران فلج می‌کرد. اندک گندمی هم که در آن روزهای سخت تولید می‌شد به خاطر تمکاری زمینداران بزرگ و تجار ایرانی احتکار می شد تا نانی به دست فقیران نرسد. در واقع فقط این ملاکین بزرگ بودند که می تونستن بازارها رو تغذیه کنند و به محض اینکه شایعه ای در مورد کمبود می شد، این منجر به یک نوع احتکار می شد. یعنی که اینها بازارهای خودشون رو
اینها منابع گندم در اختیار خودشون محدود میکردن، صدورشو به بازار برای اینکه قیمت ها بالا بره و ازش بهره مالی ببرن. قحطی قربانیان زیادی از خود بر جا گذاشت، اما برآورد دقیقی از جمعیت ایران در آن زمان و تعداد جان باختگان وجود ندارد. حدود 1 میلیون جمعیت ایران در سالهای بین 1918 تا 1919-20 در ایران تلف شد. این رقم به خودی خود رقم بسیار بزرگیه، به خاطر اینکه ما اگه تصور کنیم جمعیت ایران در 1918 چیزی شاید قریب 9 تا 10 میلیون بود، بدون شک بیشتر از این نبود. اگر شما 10% این جمعیت رو از دست دادید، یک قدرت بزرگ اقتصادی در ایران ضربه خورده. علاوه بر قحطی، بخش‌هایی از شمال غربی ایران هم گرفتار جنگ فرقه‌ای بود و دانسر فورس با سیلی از آوارگان بی‌پناه و گرسنه مواجه شد. لی تراست از افسران بریتانیایی که به کمک آوارگان رفت، از آنها عکاسی کرده و اونطوری که در کنار عکس‌ها نوشته، هزاران نفر از این افراد سعی کردند که از طریق کوهستان از دست نیروهای عثمانی فرار کنند، در حالی که افراد مسن و بیمار در طول جاده ها جانشون رو از دست می دادند. دانستر فورس با بحرانی مواجه شد که برای مواجهه با اون نه آمادگی داشت، نه از ابزار کافی برخوردار بود. این آوارگان آسوری های ایران و همینطور جلوهای آسوری ترکیه بودند که در ایران پناه گرفته بودند. هنگامی که ارتش عثمانی وارد خاک ایران شد، دست به کشتار آسوری ها زد. 70,000 آسوری از ارومیه فرار کردند. کشتارهای اصلی در ایران در روستاهای آسوری نشینی مثل گلپاشان، آده و خسروآباد اتفاق افتاد که ارتش عثمانی اونها رو نابود کرد و هزاران هزار نفر طی چند هفته کشته شدند. این سرزمین از پایان قرن 19 این گرفتاری بین کردها و آسوری‌ها بر سر منابع محدود درش وجود داشت. در دوره جنگ اول دولت عثمانی از این بهره برداری کرد. دانستر فورس ده ها هزار آسوری را از دست سربازان عثمانی نجات داد و به اردوگاه‌هایی در عراق منتقل کرد. تعدادی از مردان آسوری که از سلامت کافی برخوردار بودند، برای جنگیدن با ارتش عثمانی به دانستر فورس پیوستند. اما فقط آسوری ها نبودند که به دست عثمانی ها و کرد های متحد با آنها کشته می شدند. تفنگداران آسوری هم برای انتقام دست به کشتار مسلمانان می زدند. سروان ستنی سویج، افسر استرالیایی دانستر فورس، در خاطراتش نوشته: از روستاهای عبور کردیم که حتی یک نفر از اهالی در آن باقی نمانده بود و خیابان ها پر از جنازه بودند. محصول کشاورزان به تلافی آنچه عثمانی ها کرده بودند به دست مسیحیان به آتش کشیده شده بود. به استانبول آمدم تا با مردی صحبت کنم که خانواده اش از قربانیان کشتار مسلمانان به دست شبه نظامیان جلو در روستاهای سلماس بوده اند. شوهر امم که خیلی کوچک بود و خواهرش از اون بزرگتر بود، پدر مادر همه فامیل را، همه ده را کشتند جلوها
اما این آخر که از برادرش کمی بزرگتر بود، برادرش را به دوش گرفت و فرار کرد و بعدم به ترکیه آمدند. گسترش آنفولانزای اسپانیایی هم خصم دیگری بود که در سال آخر جنگ به جان جهانیان افتاد. این بیماری که به وسیله سربازان اشغالگر به ایران منتقل شد، در سراسر جهان 50 میلیون نفر را کشت که تقریباً دو برابر بیشتر از کشته شدگان جنگ جهانی اول بود. شرایط ایران باعث شد تلفاتش به نسبت بیشتر از کشورهای دیگر باشد. Somewhere between 10 to 25% of the population succumbs to the disease. حدود 10 تا 25% مردم ایران قربانی آنفولانزای اسپانیایی شدند. یعنی بین 900 هزار تا 2.5 میلیون نفر. از جمله عوامل مهم در بالا بودن رقم مرگ و میر، سوء تغذیه مردم به خاطر قحطیه. نه تنها سربازای خارجی که جابجایی گسترده پناهجویان آسوری و ارمنی از شمال غربی ایران به سمت جنوب هم در گسترش این بیماری مهم بود. این پناهجویان نه تنها بیماری رو گسترش دادن که نیمی از جمعیت اونها حین فرار از ارومیه در اثر بیماری یا گلوله های عثمانی ها جانشون از دست دادن. Ottoman bullets or disease. آنفولانزای اسپانیایی صدمات جبران ناپذیری داشت. یک سرباز بریتانیایی در خاطراتش نوشته: در اوج شیوع آنفولانزای اسپانیایی هستیم و سربازان به شدت آسیب دیدن. بیمارستان‌ها در همدان پره. بیماری در همه شهرها شیوع پیدا کرده و نیمی از جمعیت مبتلا شدند. ژنرال دان سرویل در نهایت به سمت بندر انزلی حرکت کرد. او می‌دانست تنها مقاومت جدی سر راه او در جنگل‌های گیلان و از سوی انقلابیون ملی‌گرا رخ می‌دهد و ماه‌ها برای این رویارویی آماده شده بود. جنگلی ها در شمال ایران کار دانسترویل رو مشکل کرده بودند. اونها باهوش بودند و در پی اهداف استقلال طلبانه و ملیگرایانه بودند. ژنرال دانسترویل در نوشته هایش میرزا کوچک خان را فردی صادق و میهن پرست معرفی کرده. بدون شک یک فکر میهن پرستانه در میرزا کوچک خان هست. یعنی یک نوعی پیوستن دو جریان اتحاد اسلام و میهن پرستی دوره انقلاب مشروطه درش بود. ژنرال دانسترویل میدانست میرزا به آسانی به سربازانش اجازه نخواهد داد از گیلان عبور کنند. برای همین با کمک سربازان روس به جنگ او رفت تا راهش را باز کند. تنها مسیری که پیش روی دانسترفورس برای حرکت به سوی انزلی بود در قلمرو جنگلی ها قرار داشت و جنگلی ها ماها حرکت دانسترفورس رو به تأخیر انداختند. دانسترفورس در اوت 1918 مرداد 1297 یعنی 8 ماه پس از ورود به ایران به باکو رسید. ژنرال دانسترویل و افسرانش بلافاصله برای تحکیم مواضع دفاعی شهر در برابر حمله ارتش عثمانی وارد عمل شدند. اما آنچه در باکو در انتظارشان بود، شهری آشفته بود که به وسیله بلشویک‌ها اداره می‌شد و ارمنی‌ها و شبه نظامیان دیگر در آن پراکنده بودند. دانسترفورس واقعا اختیار شهر رو در دست نداشت و کشمکش داخلی بین گروه‌های سیاسی مختلف در باکو در جریان بود. تبعات تأخیری که جنگلی‌ها در کار دانسترفورس انداختند اون سوی مرزهای ایران احساس شد.
دانسترویل امیدوار بود با آموزش شبه نظامیان ارمنی آنها را در دفاع از باکو به کار بگیرد، اما افسران او خیلی زود به این نتیجه رسیدند که شبه نظامیان محلی برای چنین مأموریت خطیری قابل اتکا نیستند. جان واردن در یکی از یادداشت‌هاش درباره واپسین روزهای مأموریت دانستر فورس جنگ در باکو رو اینطور شرح میده: ترک‌ها قاطعانه حمله کردند. روس‌ها و ارمنی‌ها پا به فرار گذاشتند. آشفتگی زیبایی است. نگرانی از عدم توانایی دانستر فورس در حفظ باکو باعث شد تا دستور انهدام چاه‌های نفت به این یگان ابلاغ شود. این کار نه از نظر انسانی امکان پذیر بود نه از نظر فنی. باکو دومین تولید کننده نفت در جهان بعد از آمریکا بود و چاه‌ها و مخازن نفت اون در وسعت بسیار زیادی پراکنده بودند و امکان این کار نبود. صدور چنین فرمانی کار مضحکی بود. دانستر فورس 6 هفته در باکو مستقر بود، ولی در نهایت با حمله ارتش عثمانی مجبور به عقب نشینی شد و در ماه سپتامبر به بندر انزلی برگشت. هرچند که دانستر فورس نتوانست شهر باکو را حفظ کند، اما 6 هفته‌ای که دستیابی عثمانی‌ها به این شهر را سد کرد، به آنها و متحدان آلمانیشان لطمه جبران ناپذیری را وارد کرد. این یه موفقیت تاکتیکیه، چرا که در پایان جنگ به مدت 6 هفته مانع از دسترسی دشمن به نفت شدند. در اون زمان نفت برگ برنده جنگ بود و آلمان‌ها از دسترسی به اون محروم بودند. جنگ جهانی اول 2 ماه پس از نبرد باکو به پایان رسید، اما رنج و مشقت مردم ایران همچنان ادامه داشت. ما در جبهه جنگ آنقدر کشته ندادیم. کشتگان ما حاصل کجرفتاری، بدرفتاری سیاست بیگانگان بود که کشور ما را اشغال کرده بودند و در حقیقت ما را ناخواسته به جنگ انداخته بودند. مأموریت دانستر فورس برای تصاحب منابع نفت سرآغاز دهه‌ها مناقشه در منطقه بود. بعد از دانستر فورس، بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها متوجه اهمیت منابع نفتی خاورمیانه برای امنیت ملیشون شدند. مأموریت دانستر فورس یه مداخله کوچیک بود، اما مداخله بریتانیا و ایالات متحده در منطقه در فاصله 1918 تا 1930 به شدت افزایش یافت. دانستر فورس پیشگام حضور نفتی غرب در خاورمیانه و قفقاز بود. و همین افزایش اهمیت نفت برای بریتانیا پیدایش نظم جدیدی را در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به همراه داشت. Thank you.